이번에만 에콰도르야 성북한에만 홀카 홀카 강산도한 코르고케도 아카네만 산타로서 시민하네만 에콰도르야 성북한에만 홀카 홀카 강산도한 코르고케도 아카네만 بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان و تمام رفقایی که به ما علاقه من هستند و سراغ ما رو میگیرند، مخصوصا در وقت برنامه از آقای مناسیان که در اروپا تشریف دارن خیلی تشکر میکنم و ایشون چند بار از طریق پست الکترونیکی با ما تماس گرفتن و سراغ ما رو گرفتن و ما شرح دادیم که یه مقدار برنامه هامون دوچار اشکال فنی بود، ولی امیدواریم امروز بدون هیچ نوع دقیقی بتونه انجام بشه و تمام اون چیزهایی که امکان داره صدمهی به کارمون بزنه همه رو خاموش کردیم و از کار انداختیم که اینجا چیز نشه، یعنی با این اختلافی ایجاد نکنه. و تشکر میکنم از آقای مناسیان که پرسیدن که امیدوار بودن که محالمون خوب باشه و برنامه هامون اینطور بالاخره شر داریم بهشون که علت این بود. و از بقیه دوستان و آشنایانم که از طریق ایمیل یا از طریق صدا تماس گرفتین و سراغ ما رو گرفتین تشکر میکنیم و امیدواریم که این برنامه های ما مفید باشه برای شما. در ضمن بدونید که این برنامه به علت اسمش که ضیافت و گفتگو هست، برنامه شما هست. ما فقط میاییم اینجا آب و جارو میکنیم و در رو باز میکنیم و چراغ روشن میکنیم و خدمت شما هستیم. شماره تلفن ما اینجا هست 202-753-99-33. از بعد برنامه اگر لطف بفرمایید بخواید زنگ بزنید ما جواب میدیم. هر سوالی دارید، هر صحبتی دارید رو ما گوش میکنیم و امیدواریم که مفید باشه برای بقیه بینندگان محترممون. و از اون شماره هایی که امکانن ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چه شماره هست، به ما اجازه بدید که جواب ندیم و در ضمن به خودتون لطف بفرمایید و اون حالت چیز رو ایجاد نکنید که به خودتون ظلم نکنید که ما نتونیم جواب بدیم به تلفن شما. همه رو دوست داریم، ولی خب هر چیزی هم حدی داره، هر چیزی هم مقداری داره و حرف هم زدن هست و هر کسی خواست صحبتی بکنه قدمش رو چشم ما هست و این چند دقیقه رو ما با ایشون خواهیم بود و میتونیم این صحبت ها رو بکنیم. ما تقریبا 4 هفته هست که برنامه نداشتیم، حال دلایل مختلف خوران. بالاخره خوشحالم که امروز تونستم خدمتتون برسم و امیدوارم که شما هم در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور رسانده بشید، به هم دیگه حضور به هم دیگه رسانده باشید و در این شرکت کرده باشید. در ضمن ماه محرم شروع شده و امروز فکر میکنم 6 یا 5 ماه محرم هست که دیگه ببخشید بیشتر مثل که پنجشنبه روز عاشورا هست، چهارشنبه تاسوعا هست، یعنی هفتم ممکنه باشه امروز. و ما میدونیم که در این همچی روزی نوه حضرت پیغمبر
یا فرزند حضرت علی علیه السلام امام اول مسلمین در یک سفری که به دعوت عده‌ای در کوفه از محل خودشون از مکه تشریف آوردن رسیدن به وسط راه و معلوم شد که اینا همش دسیسه بوده و اون زمان کسی به نام معاویه بوده و پسرش به نام یزید و اینها یک کارایی انجام میدن، چیزهایی میشه که در آخر بعد از اون روز عاشورا آخر سر که روز عاشورا تموم میشه هیچ یک از فرزندان حضرت حسین به غیر از یکی از فرزنداشون که مریض بوده و نمیتونست جنگ شرکت کنه بقیه رو همه رو قتل عام میکنن و به شهادت میرسونن. البته داستان مختلف از نقطه نظر هر کسی یه جوری هست، هر کسی یه جوری دیگه صحبت میکنه. ما تنها چیزی که از این داستان رو دوست داریم که همیشه زنده نگه داریم و اون این هستش که اگر شما یک حقیقت رو میبینید، یک چیزی رو میبینید که حق هست و راست هست و پیدا کردین حق و راست رو و میتونید ازش دفاع بکنید، دفاع بکنید و هیچ وقت سرتون رو در مقابل زور خم نکنید، چون وقتی که خم کردید انقدر سرتون رو فشار میدن تا انگشتای پاتون هم برسه سرتون. این هستش که در آزادگی هر کس در اون حالت آزادگی و غیر آمریکا برای رابطه نیاز داشت سالهای آخر جنگ، لذا سال 1865 در 4 خرداد آمریکایی آمدن اینجا، کیک و شیرینی و نمیدونم کلت و انجیل و کلیدی آوردن. این کلیده رو امام وقتی متوجه شد برخورد کرد، گفت در اون ساعت باشون مذاکره نکنید، بیاید تو ساعت پایین. و اینا 3 روزم تو تهران بودن تو هتل مربوطه، تحویل گرفته نشدن و رفتن و مذاکرات به هم خورد. 6 ماه بعد صدای قضیه در اومد، امام فرمود به یه نفر که برو همینجا تو جلو لانه جاسوسی، روز 13 آبان بود، جلو همین لانه جاسوسی برو به مردم بگو تو نماز جمعه بگو. خب مسئله مطرح شد و 6 ماه بعد مردم فهمیدن که آمریکایی‌ها برای همچین نیتی آمده بودن، امام هم مسئله رو جلوش گرفت. بعضیا حسرت اون کلیده تو دلشون بود، 27 سال بعد اون کلیده رو در سال 92 عجیبشون در آوردن، گفتن این کلید حلال مشکلاته. 70 میلیون نفر مردم فکر کردن منظور از این کلید که آقا ما یک کلیدی داریم، طرحهای تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص کار کردیم، میندازیم مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم، همه مردم فکر کردن منظور از این کلید حل مشکلات اقتصادی. تیر ماه امسال وقتی که توافق وین انجام شد و قطعنامه 2231 قطعی شد و به این مراحل رسید، دوباره کلید رو اومد. معلوم شد بابا منظور این بوده، همونی که اون دوستمون داره میگه که تابو مذاکره شکسته شد، که آقا کلیده رو اون دفعه شما آمریکایی‌ها آوردید، امام نپذیرفت، حالا از طرف ما کلیده آمده. باز کنیم این در رو. منظور از حل مشکلات با کلید مشکلات اقتصادی و چه نبود، مشکل رابطه با آمریکا بود. نیت طرف ایرانی مسئله تحریم و سانتریفیوژ نبوده، مسئلهش رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا بوده. کما اینکه بارها رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص گفتن به این مرحله ختم نمیشه، ادامه خواهد داشت. هی رهبر مملکت اومد گفت آقا جان فقط برای انرژی هسته‌ای و پرونده هسته‌ای، اینا بلافاصله اومدن گفتن نه محدود به این نمیشه، ادامه خواهد داشت از این به بعد هم. جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا همون 5/5/94 گفت تحریم ها رو بخشی عمدهش رو حفظ میکنیم. ایران اقدامات شرورانه ای در منطقه انجام میده و در حوزه حقوق بشر و غیره برای اونا حفظ کردیم. اقدامات شرورانه غلط میگن برجام. و قطعنامه 2231 زمینه رو برای SSR جمهوری اسلامی فراهم میکنه. معادله رو نگاه کنید، تو فرمولی که گفته شد برد برد، یه چیزی دادیم یه چیزی گرفتیم، حالا گفتن دو تا گل خوردیم 3 تا گل زدیم. من نمیدونم این چجوری میشه برد برد، یعنی نسبت 2-3، چون غالبا مساوی که باشه میگه آقا مثلا هیچیش بردیم. خب بالاخره این بعد از استادای ریاضی پرسید دیگه، حالا غیر از این که این دولت مشکل زبان انگلیسی داره، فارغ التحصیلان انگلیس و آمریکا مشکل زبان انگلیسی دارن، ضمناً مشکل ریاضی هم دارن. داده ها چیست؟ آنچه که در انرژی هسته‌ای داشتیم. چه
چی گرفتیم؟ بخشی از تحریم‌های مالی اقتصادی رفع شده. ضلع سوم بازی چیه؟ ضلع سومش اینه. پیامد این داده و ستانده چیه؟ این میشه نتایج استثار. ببینید، آنچه که دادیم اینه، اشراف اطلاعاتی سرویس‌های اطلاعاتی غربی بر تکنولوژی هسته‌ای جمهوری اسلامی. هم اطلاعات محرمانه‌ای که اینجا داده میشه به آژانس آمان و بدو بدو میبره میده به کاخ سفید، فقط سخنگوی سازمان انرژی اتمی میاد توی تلویزیون مصاحبه میکنه میگه آقای آمانو، اونی که دادین دستت امانته. تا الان حداقل تو سه هفته گذشته دو بار شنیدید. فقط میان میگن آقا ما چیزی دادیم دستت امانته. اون به این حرفا اعتماد نداره. اینا اول برام میشن میرن به اسرائیل گزارش میدن تو مذاکراتشون. قبلا ما این اشتباه رو کردیم، اطلاعات رو دادیم دست آژانس، اومدن دانشمندامون رو ترور کردن. حالا غیر از اینکه اطلاعات رو خودمون میدیم، 150 نفر جاسوس هم از این به بعد دیگه تصویب میشن، ضمن اینکه هر کجا هم چون پروتکل الحاقی رو قراره بپذیریم دیگه، دولت گفته پذیرفته، الان داره داوطلبانه اجرا میکنه. مبتنی بر این قضیه اونا بالاخره مسئله اکسس و دسترسی رو میخوان دیگه، بعد دسترسی داشته باشن، اینجا رو میخوان بگردن، اونجا رو میخوان بگردن. حالا مونده این مصیبت، استقلال در صنعت اتمی نداریم، استقلال در صنعت کشاورزی نداریم، استقلال در صنعت هوایی معنی نداره، استقلال در مفهومی به نام تولید نفت نداره. در این دولت استقلال و خودکفایی زیر سواله، چون همون کسانی که سند پایه برنامه چهارم توسعه رو آخر دولت خاتمی نوشتن و رهبری از اون کتاب ناراحت شد، اون کتاب رو بعدن جمع کردن، خمیر کردن، همونها امروز تئوریسین ها و مشاوران همین دولتن، دارن برنامه اقتصادی سالهای آینده رو می‌نویسن و اینها اعتقادی به استقلال و خودکفایی در کشور ندارن. دشمن از این مذاکرات، همونطوری که امروز اعلام کرده ایران دشمنه، نیت‌هایی برای براندازی نظام داره، برای فروپاشی از درون داره. یه دیود آهارونوت بعد از نشست آمریکا یا با اسرائیلیا، روز دو روز بعد از اون توافق، دو روز بعد از مذاکره به اصطلاح دیداری که مسئولین آمریکایی در کنگره آمریکا داشتن، یه دیود آهارونوت رفت که وبسایت داخلی منعکس کردن، نوشت که آمریکا و اسرائیل به این توافق رسیدن بعد از مرحله توافق ژنو روی فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی کار کنن. برای فروپاشی از درونی اسب تروا میخوان که جریان لیبرالی نقشون اسب تروا رو بازی کنه. قطعنامه 2231 هم شمشیر داموکلسی باشه بغل گردن جمهوری اسلامی، از درون استحاله و فروپاشی رو صورت بدن، توان انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی رو خونسا کنن، سپاه پاسداران رو مهار کنن، دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونن و خونسا کنن، منزوی کنن، نیروهای انقلاب رو هم دچار افسردگی کنن. ما دستمون نسبت به متون پایه و موارد جنبی و اینکه بدانیم دشمن چطور فکر میکنه پرتر از این حرف هست. دوستان بیدارد راهد، لذا خیالتون راحت باشه، نه نیروهای انقلاب اسلامی مثل قضیه مرحله جامزه در سال 67 دچار افسردگی سیاسی میشن امروز، نه اینکه میدون رو خالی میکنن برای لیبرال هایی که بخوان مملکت رو دو دستی به غرب واگذار کنن، نه در آمریکا، نه در ایران جایی برای آمریکایی ها وجود دارد، مقامات آمریکایی و غیره که بخوان بیان اینجا مثلا سفارت بزنن و حال تابوی مذاکرات شکست و غیر و ذلک، نه اینکه SSR آمریکایی ها به نتیجه خواهد نشست و نه اینکه آمریکایی‌ها خواهند توانست جمهوری اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن، انقلاب اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن کنن و مرحله گورباچوفی. جمهوری اسلامی چیا رو ممکنه، ولی اهالی انقلاب اسلامی رو نخواهند توانست. و ایشون خیلی خیلی قشنگ به نکته‌هایی که دارن اشاره می‌کنن، این نوار یا این گفتار مال یه ماه دو ماه پیشه، ولی حالا یواش یواش می‌بینین که بله، این صورت ظاهری قضیه که اونطور که درست کرده بودن، ماسمالی کرده بودن، حالا یواش یواش داره ظاهر میشه و اون قیافه کریه شیطان بزرگ داره نمایان میشه. و در مقابل اون البته خب میگم دیگه، اون نقشه‌ای که الله سبحانه و تعالی داره برتر از تمام نقشه‌های دیگه هست و ما به اون امید داریم که حق بر باطل فیروز خواهد شد و در آخر ظلم از بین میره و انشالله که همه اونهایی که در راه حق هستن پیروزی رو خواهند دید و اون شهد شیرین دفاع از حق رو خواهند چشید و اونها هستن که
در زندگی موفق و به مقام بالا رسیدن. در این هفته که گذشت بعد از تمام این صحبت‌ها روسیه هم وارد صحنه شده و این دفعه وارد صحنه خیلی خیلی علنی شده. البته خب ما دوستی داشتیم که به ما میگفتش که ایران نباید با روسیه دشمنی کنه و این یک اشتباه بزرگه، ولی از اون اشتباه بزرگتر دوستی با روسیه است. و برمیگشت به تاریخ گذشته، چطور زمانهای گذشته، چه در زمان قاجار باشه، چه زمان قبل از اون باشه یا بعد از اون جنگ اول و جنگ دوم جهانی باشه، که روسها خیلی در ایران تاخت و تاز کردن و البته در جنوب انگلیس ها بودن، در شمال روسا بودن، یه همچین حالت هایی. ولی مثل که حالا یک طرح جدیدی هستش که بتونن روسیه و عراق و سوریه و ایران بتونن یک دونه یک ستون محکمی باشن که در مقابل دسیسه هایی که غرب برای بقیه مسلمین اون منطقه تهیه دیده اینو از بین ببرن و اون همین داعش یا ISI یا افرادی که خودشونو مسلمانی میدونن که میخوان چیز اداره و حکومت خلیفه مسلمین رو جا بندازن، در مقابل اونها این ستون میخواد بیسته. و در ضمن در راهی که این ستون داره میسته به خاطر داشته باشید که ذخایر نفت ایران، ذخایر نفت عراق و ذخایر دیگه که در اون منطقه هست و امکاناً عربستان و امارات اینا با هم جمع بشن 80% ذخایر نفت دنیا رو دارن و این یک نقطه خیلی سنگین و ثقیلی خواهد بود در فرآورده های انرژی و در چرخوندن چرخهای صنعت و چرخوندن چرخهای پیشرفت اقتصاد مملکت ها خواهد بود و امکانا در اون موقع هستش که بالاخره حق به حقدار خواهد رسید و اینطور سالهای سال که تاراج کردن و دزدیدن و بردن و بدون اینکه حق و زحمه بدن، امکانا این متوقف بشه و در حال برگشت باشه که حق مناسبی به این مملکت هایی که ذخایر دارن داده بشه. و آقای عباسی هم خیلی قشنگ داشتن شرح میدادن که اونهایی که در زمان آقای خاتمی در سال 2002 بوده یا 2001 بودش که 2002 13 سال پیش بعد 2002 بود که یک توافقاتی کرده بودن و فلانی حرفا، همونا هستن که حالا برگشتن و آقای روحانی بود و هم آقای ظریف بود که حالا برگشتن و این کارا رو دارن میکنن. ولی خب همونطور هم که رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کردن، اینا کور خوندن و واقعا هم همون هست و نمیتونن جلوی ملتی رو که آگاه هست، در صحنه حاضر هست، بتونن اینطوری درست جلوشون وایسن. در ضمن اونهایی هم که اینقدر میگن که بله دوزی زیاد شده، نم فحشا زیاد شده، مخدره زیاد شده، این شده اون شده، ولی یادشون میره که یک ستون خیلی قوی مؤمنین و اونهایی که واقعا از جان خودشون دارن میگذرن و میخوان جمهوری اسلامی ایران که سردر علمدار یا اون بیرق اسلام دستش هست رو تقویت کنن و این موج تمام دنیا رو در بر بگیره و بتونن جلوی ظلم اونهایی رو که با همه داشتن پولهایی که در دنیا هست، با همه اون قدرتی که هست، باز با اون قانع نیستن، میخوان همه رو بگن شما سرتو بیار پایین رو حرف نزن. و این واقعا مایه تأسف هست و باید مایه فروپاشی خواهد شد. و من واقعا میگم یعنی هیچ نوع امیدی به بقای امریکا، اونجایی که ما به عنوان خانه دوم خودمون انتخاب کردیم، اومدیم سالهای سال پیش تحصیل کردیم، سالهای سال پیش اینجا کار کردیم، سرمایه گذاری کردیم، کار ایجاد کردیم، همه این کارا رو کردیم، حالا میبینیم که ما ول معطل بودیم تمام این مدت و تمام این نقشه ها بر این هستش که 300
میلیون جمعیت بردگی بکنن برای فقط 200,000 نفر و این 200,000 نفر تمام ثروت امریکا رو داشته باشن، بقیه 1% این ثروت رو داشته باشن و 2% این ثروت رو داشته باشن. این به هیچ وجه پایدار نخواهد بود و بالاخره این صد میشکنه و ما امیدواریم که قبل از تمام این اتفاقات این تعادلی که بین هست و نیست هست، بین تعادلی که اونی که داره یا نداره، بتونن یه تعادلی ایجاد کنن و اگر نکنن، ولی بالاخره بقیهش هم همش داستانه دیگه. اگر اتفاق خواهد افتاد میفته، اگر هم نخواد نیفته نمیفته. و ما یه مقدار اطلاعاتی هم اینجا هستش که راجع به دخالت روسیه در جنگی که در سوریه داره انجام میشه و اولین خبر ما 2 هفته پیش این بود که کشتی های جنگی روسیه از دریای خزر داعش رو هدف قرار دارن. البته این خبر همه خوبه، همه نسبت به تمامیت ارضی ایران یه مقدار مشکل داریم ما با این، چون روس‌ها خب قدرتشون خیلی از قدرت ما بیشتر هست. اینها نیروی اتمی دارن، بمب‌های اتمی دارن، حتی به علت داشتن بمب‌های اتم آمریکا خیلی بعضی جاها یواش یواش کم میاد در مقابل اینها، ولی خب ما نداریم و نمی‌خوایم داشته باشیم. ولی ورود کشتی‌های جنگی روسیه به آب‌های بحر خزر یه مقدار برای ما مشکل هست، ولی خب بعدم شنیدیم که این کشتی‌ها مثل که در اومدن رفتن به مدیترانه و از اونجا دارن موشک‌های خودشون رو میخوان بفرستن به سوریه و این جنگ‌ها رو ادامه بدن. در ضمن مراکزی رو که سوریه داره میزنه، ببخشید، مراکزی رو که روسیه داره میزنه، اینها رو یک ستاد مخصوصی درست کردن. اینم جالبه ها، یه ستاد مخصوصی درست کردن که در عراق و از هر کشوری چندین نفر نماینده هستن اونجا، که این 4 کشور سوریه، عراق، روسیه و ایرانه و از هر کشوری 4 تا نماینده متخصص چیزهای مختلف هستن که اینا با هم مشورت میکنن، با هم تصمیم میگیرن، با هم انتخاب میکنن چه هدفی، چه روزی، چه ساعتی زده بشه. و از همه مهمتر این هست که این گروه یا این کمیته در عراق در محلی هستش بهش میگفتن منطقه سبز. و منطقه سبز وقتی که جنگ در عراق شروع شد، امریکایی ها یک جایی رو حصار کشیدن دورش و اسمش رو منطقه سبز گذاشتن و مقدار زیادی تجهیزاتی گذاشتن که کسی نتونه وارد بشه، که نسل صدمه‌ای بزنه، و اینجا رو اسمش رو گذاشتن منطقه سبز. و در اونجا هستش که یک سفارتخونه هم درست کردن که مثل که 50,000 نفر توش کار میکنن یا میکردن یا قرار بوده بکنن. و در مقابل اون، در همون منطقه سبز هم، حالا این 4 کشور که عراق باشه، سوریه باشه، ایران و روسیه، اینها در اونجا یک مرکز چیز گذاشتن، ستاد مشترک گذاشتن که تمام این کارها رو انجام بدن و این داعش یا هرچی اسمشون رو گذاشتن رو ریشه‌کن کنن و اجازه ندن که اونهایی که این گروه رو درست کردن به داد اینا برسن، اینا رو قلقم بکنن. و در ضمن دستورم هست از طرف تمام این 4 کشور که این آقایی که به نام چیچی بغدادی هست اسمش، اینو دستگیر کنید، اینو نکشید، ما اینو زندهشو میخواییم بگیریم که ببینیم کی به این گفته این کارا رو بیا بکن. و اونهایی که به این دارن دستور میدن حالا در صدد کشتنش هستن. این هست بعد خدا حالا به کی باید بره پراه بیاره نمیدونی، ولی انشالله رحمان که تمام این اتفاقات به خوبی انجام بشه و از بین بره و مردم اون منطقه که سالهای سال هم زیستی کردن، با هم دیگه بودن، به هیچ وجه با هم اختلافاتی نداشتن، تا اینکه
اونهایی که اومدن اونجا سرزمین های فلسطین رو غصب کردن برای بقای خودشون، برای اینکه خودشون بتونن یه لیوان آب خنک از گلوشون بره پایین و نفس راحت بکشن، براشون مهم نیست چقدر مسلمون کشته بشه، براشون مهم نیست چقدر مملکت های مسلمان داغون بشه از بین ببره از بین بره. اولش عراق بود، بعدش اون افغانستان بود، حالا سوریه هست، بعدش لیبی بود، حالا مصر هم هست، بحرین هست، یمن هست، تمام اینها ممالکی هستن که توش مردم مسلمان زندگی میکنن و عرصه برای این افراد ظالم کودک کش مثل این که تنگ شده بوده و اینا سعی دارن میکنن که تا اونجایی که میتونن اختلاف بین مردم بندازن، تا اونجایی که میتونن مردم رو به جون هم بندازن که خودشون کنار چیز کنار رودخونه ماهی بگیرن. همونطور که ما همیشه میگیم آب از گل آب گلالود ماهی بگیرین، اینها ید تورایی در این کارها دارن و سعی دارن میکنن که اینطوری بشه. بله. بعد اینجا میسته کارشناسان میگوید روزها دیروز عمدن از آبهای خزر و از فاصله زیاد مواضع داعش را هدف قرار دادن تا مقابل آمریکا قدرت نمایی کنند. عملیات دریایی روزها به علاوه جدیت مسکو را در نیز در مبارزه با داعش نشان میدن. روسیه در عملیات یک هفته گذشته خود به قدری در خاورمیانه اعتبار کسب کرده که علاوه بر سوریه و عراق، مقامات افغانستان نیز نسبت به عملیات روسیه در خاک خود ابراز تمایل کردند. به گزارش اسنا، ایگور موروفولاکس عضو کمیته بین مجلس سنای شورای فدراسیون روسیه گفته همتایان افغان ما را دولت مسکو خواستن که با دولت کابل از فنی تشتاری کمک کنیم. وی گفت اعضای پارلمان افغانستان به طور کامل از اقدام روسیه در سوریه حمایت میکنن و از تمایلات در خاورمیانه موحد آمریکا در نظر بخارن میه. بله، حالا جالب اینجا هست که همین کشوری که به افغانستان حمله کرده بود و بالاخره با از دستانه سربازان در مقابل مقاومت مردم افغانستان با کمک مرکز اطلاعاتی که در امریکا هست و به اینا یک اسلحه‌ای میدادن که بتونن هلیکوپترها رو بزنن، بتونن هواپیما رو بزنن، همه این کارا رو بکنن. بعد از حالا چند سال شد، اونا سال 80 اومده بودن، روسا سال 80 اومدن افغانستان، 35 سال طول کشید باز دوباره که برق برگرده طوری که اینا بخوان باز دوباره برن اونجا. و در ضمن تا جایی که وقتی که امریکا تصمیم گرفت چند روز پیشا که تعداد سربازایی که اونجا در افغانستان دارن رو سریع کم نکنن و با اون فجایعی هم که زدن یک بیمارستان بیمارستانی که متعلق به دکترهای بدون محدوده بود، بدون سرحد بودن، کشتن یه دهی رو برای اینکه ماسمالی کنن و همه رو این ور اون ور بکنن، قرار بود تمام سربازشون رو در بیارن. حالا 10,000 تا سرباز به حال نگه دارن اونجا که وزنی در مقابل روسا باشه، چون اگه روسا بیان اونجا بالاخره تو راه ممکنه روبروی هم در بیارن و اتفاق میفته که برای هیچ کشوری خوب نیستش، نه برای اونا خوب هست نه برای اون یکی ها. و در حال حاضر همه صحبت ها داره برمیگرده به روی عربستان باز دوباره، که اتفاقاتی که داره در عربستان میفته، کارهایی که عربستان داره انجام میده، اینا دارن میگن که ببخشید دارن میگن که امکاناً اختلاف بزرگی بین چیزها هست، عرب ها هست و این سرمقاله روزنامه اینطوری میگه که ببخشید یک لحظه فرصت بدیم بیاریم به خود مرد. بله، میگه از پایان تاریخ مصرف سعودی ها خبر میده. این روزها عربستان به دنبال یک سری اشتباهات پی در پی و کلیدی با بحران های زیادی روبرو شده است. کاهش عمده قیمت نفت، جنگ افروزی در یمن به طبع آنها، بروز اختلاف بین شاهزادگان عرب و اخیراً
هم فاجعه منا چند نمونه از این بحران ها است که به اعتقاد کارشناسان پادشاهی سعود را به سمت فروپاشی میبرند. مجتهد، حالا این هم اسم کسی از شاهزاده افشارگر سعودی، با تشریح بحران ها و چالش های عمیق عربستان اخیرا اعلام کرد که پادشاه های سعود، خانواده سعود در آستانه سقوط و فروپاشی قرار دارد و به زودی اتفاقاتی خواهد افتاد که همه را غافلگیر خواهد کرد. حالا ما اینو داشتیم میگفتیم اگر یه هم چیزی بشه 80% نفت دنیا کنترلش به دست مسلمانان متعهد میفته و اون ایران، عراق، سوریه و عربستان، اینها همه این نفت ها در تحت چیزی اینا تأثیر خواهد کرد، خواهد گرفت انشالله. بله، و یک نفر در کاخ سفید هشدار داده که تا دیر نشده در این مورد تصمیم باید گیرد، چون از نگاه دست اندر کاران این به نظر میاد فروپاشی خانواده سعود در حال رخ دادن هست. یعنی اگر اونا بریزن یکی ها میریزن، یعنی این حالت چیزی هستش که همه همدیگر رو کول کردن وایسادن، اونی که پایین هست ول کنه همه چیز یکی میریزه و این یه حالتیه که داره انجام میشه برای سیستم هایی که هرچی دارن قانع نیستن به اون چیزی که دارن و بیشتر میخوان، و نه تنها بیشتر میخوان، میخوان شما نوکرشون بشید. و وقتی که یک کشوری با تمام مشکلات، با تمام زوری که بهشون آمدن از طریق جنگ 10 ساله، برم از طریق تحریم های 35-36 ساله، برم از طریق تهدیدهای روی میز که این چیز روی میز هست و نه فلان هست و بمانه هست، و بالاخره به یه جایی رسیدن و با همدیگه قرار گذاشتن. این خیلی خیلی مهمه، من اینو خیلی آهسته میگم که شما همه بتونید صدای ما رو بشنوید. ایران بالاخره در مقابل تمام دنیا گفت اون بمبی رو که ما نمیخواییم بسازیم نخواهیم ساخت. تمام دنیا هم گفت اون حمله رو که ما نمیتونیم بکنیم به ایران نخواهیم کرد. خوب اینو گوش کنید ها، ایران گفت اون بمبی رو که ما نمیخواییم بسازیم نخواهیم ساخت. این یکی هم گفتن اون حمله ای که ما قادر نیستیم به ایران انجام بدیم نخواهیم داد. من همه خوشحال شدم، برد برد و نم بیا برو نم بشکن زدن و در نفر با ماشین های آخرین سیستم رقصیدن تو خیابون ها و آی اینطور آی اونطور، و یواش 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 داره گندش در میاد. حالا اینا چند ماه فرصت دارن که باز دوباره بتونن ماسوالی بکنن بعضی چیزا رو، ولی خب ملت هم آگاهن و به این سادگی ها نمیتونن سرشون کلا بذارن و امکانن اون قصد و قصد اصلی، اون نظر اصلی دشمنان جمهوری اسلامی ایران فروپاشی سیستم هست، که اگر این دو دستگی قدرت پیدا بکنه به جایی برسه که اینا در مقابل هم بخوام بیستن، اون موقع است که شیطان از شب تا صبح داره میرخصه. اون موقع است که شیطان خوشحالیش اصلا دیگه نمیدونه چه کار بکنه. این هستش که ما از مردم خودمون میخواییم، از دولتمون میخواییم، دولتی رو که نصف مردم انتخاب کردن. یا آی روحانی شما اکثریت رأی رو نیاوردی، یک ذره، حتی 51% هم نبوده، 50% ممیز 3% رأی رو آوردید، ولی با ملت خودتون رو راست باشید، حقیقت رو به ملت بگید. وقتی که به ملت دروغ بگید پشتتون خالی میشه. دروغ تا جایی میتونید بگید، ولی وقتی که دستتون رو شد خروش ملت، همونطور که رهبرم بارها گفتن که من نمیتونم کاری بکنم که در مقابل ملت، در مقابل خروش اونا بیستم، ولی شما دارید میکنید، وای به حالتون اگه این کارو کردید. بعضی وقتا خب ما عقل ما نمیرسه دیگه، ما چیزی که نمیدیدیم از این چیزها، ما فقط صورت ظاهرشو داریم میبینیم. وقتی که آقای اینجا ادعا میکنه که ما تمام این
پیشرفت‌های ایران رو راجع به کارهای اتمی پس زدیم، اینا حق اینو ندارن، حق اونو ندارن، بعد تمام این کارهایی رو که از ایران خواستیم باید انجام بده تا قدم بعدی رو ما برداریم. و هیچ کس هم نمیگه آقا وقتی ما تمام این ذخایر غنی‌سازی خودمون رو که هم چند صد تن هست ببریم بیرون، فقط 300 کیلوشو نگهداریم، وقتی که شما این کاری که گفتین نکنین، ما چطوری بریم همه اونا رو برداریم برگردونیم بیاریم؟ ولی شما اگر ما یه عطسه بکنیم و به شما بر بخوره، با یه اینطوری تمام و باز بر میگردیم، یعنی حالت برگشت اقدامات دشمنهای ایران برگردوندنش براشون مثل آب خوردنه. ولی ایران داره با تمام هستی خودش سعی داره میکنه اون چیزایی که بهش گفتن انجام بده، و اینها انجام که شد برگشت پذیر نیست. حالا من نمیدونم آقای چیزم عباسی هم اینا گفتن حتما در صحبتشون که وقتی شما یک چیز 20% رو تهیه کردین و اینا رو خوردش میکنی، فسیلش میکنی، از بین میبری، خب اینا که 20% درست کرده بودین 5 سال طول کشیده بود تا درستش کنیم. برگشت پذیر که نیست. تمام این چرخونایی که داره میچرخه و بازدهی داره، اینا رو که میخواید بکنید از 20,000 تا بکنید 5,000 تا، خب اون 15,000 تا رو کجا میخواید بذارید؟ اونا رو بر از هم وا کنید، از هم اتصالش رو وا بشه، از بر متصل نباشن، بعد میخواید با اینا رو سوار بکنید چند سال میپنید طول بگیرید. یعنی برگشت پذیریش خیلی خیلی مشکل تره، بعضی وقتا هم اصلا امکان پذیر نیست. و منم تعجب کردم از این آقای صالحی، انشالله الله سبحانه و تعالی حفظشون کنه، هدایتشون کنه. ایشون گفتن که بله ما چیزو نتنز رو نگر داشتیم، آب سنگین رو نگر داشتیم، ما کاری نکردیم. بعد بگن بله اون قلب اون ریاکتور رو باید در بیاریم و یه قلب دیگه براش بذاریم. خب حالا ما که نمیفهمیم این چیزا رو. بعدم گفتن 10 سال طول میکشه این کار رو بکنیم. خب اومدیم اینو داشتی همیننده تا یه 2 ماه دیگه میخواست کار بکنه، اینو در آوردی، طرف مقابل میگه آقا ما نمیخوایم اون کاری که گفته بودیم انجام بدیم. شما در مقابل رو چه عملی میتونی انجام بدی؟ چه کار میتونی بکنی؟ یعنی خودتون رو ببخشید، خودتون رو در مقابل اعمال انجام شده قرار دادید و ازتون هیچ چیزی در مقابل عکس العمل با اینها نمیتونید انجام بدید. بعدم اینا میگن بله تحریمی که ما کردیم برای مثلا نیروی اتمی بعد از که این آقای اومانا هست که هست، بعد که اون اومد و گفتش بله ما قبول کردیم اینا کاراشون رو تقریبا نصف کاره درست کردن و فلان کردن و بهمان کردن، ما گزارش میدیم، حالا اگر گفتیم بله خوبه اون میره. ولی تحریم چیز صنایع فضاییتون به جاست، تحریم صنایع هواپیماییتون به جاست، صنایع موشک سازیتون تحریمش هست، هیچ وقت این تحریم ها رو ما از بین نمیدیم. در ضمن شما بر چیزتون رو خوب بکنید، رفتارتون رو تو اون منطقه باید به حرف ما گوش بکنید، خودکاره نرید این بر اون وقت. کی گفته مثلا شما برید به عراق کمک بکنید که داعش نیاد بغداد رو بگیره؟ غرب میخواست خید بغداد رو بگیرن، این ایران بودش که مقابل اینا ایستاد. اون افرادی که در ایران کاری هستن، خب ما اسم نمیبریم چون نمیدونیم کی هست و چی هست، ولی در مقابل اینا ایستادن و داعش هر اسمی که داریم میزنیم مخالفین بشریت نتونستن به اعمال خودشون درسن، نتونستن اون انجام بدن. و ایران هم به کسی هم حرفی نمیزنه، یا آقا ما میبینیم اینا کی هستن، اینا رو کی را انداخته، خب ما میبینیم اینا رو قلقم میکنیم. بعد غربی ها میگن خب ما میخواییم اینا رو بزنیم، بمب میزنن تو سر یکی ها، بعدم چیز میارن، بهانه میارن که بله ببخشید این بمب ما قرار بود بندازیم اینجا افتاد اونجا. علتش این هست که ما اونایی که افرادی که رو زمین باید به ما نشون بدن که این بمب کجا بره نداریم. خب نداریم بیخود بمب زدی، اول اونا رو بزن، بعدم یه ما نمیتونیم
افراد خودمون رو بذاریم روی زمین. و اگه نمیتونی اون کار نکن، اگه میخوای اون کار بکنی باید این کار بکنی. پس بنابراین بدونید بی خودی تو تله اعتماد به اونی که تمام هم بغمشون از بین بردن شما هست، به اینا اعتماد نکنید. به مردم خودتون مؤمن باشید، به مردمی که در صحنه حاضرن مؤمن باشید، به اون افرادی که در اون صحنه از صبح تا شب کار میکنن، چرخ اون مملکت رو میچرخونن. در تمام این سختی ها، در همون زمانی که بمب تو سرشون میریختشین عراق، چرخ زندگی مردم رو میچرخوندن، این مردم از جان گذشته ایران، جمهوری اسلامی ایران. پس بنابراین بدونین نقشه برای از بین بردن جمهوری اسلامی ایرانه، نه نیروی اتمش، نه اینش، نه اونش. میگم خب اینا که از بین بردیم دیگه، نه اتم خواهند خورد، نه هیچ چیز، حال و حوصله‌شون رو نخواهند داد. پس بیاید این کارو بکنیم. با یه قسمت بزرگتر از اینمون اقتصاد، استقلال اقتصادی ایران هست، که ایران به علت اون ساختار اقتصادش طوری نیستش که اگر در یه جایی حرکت شد اینجا هم زلزله بشه، مثلا یه یکی اونجا عطسه کرد این یکی سینه پهلو بکنه. اقتصاد ایران به این طور چیزا بسته نیست. علتش هم که بسته نیست این هست که سیستم بانکی ایران مستقله و اینا با استقلال خودشون دارن کار میکنن. حالا یه آقایی هست اونجا امام سفید، از اون اولا بوده که همین آقای روحانی و ظریف هم بر دستش هستن، اون هی داره میگه که نه ما باید متصل بشیم، با این بشیم، با اون بشیم. اولین قرض‌ها رو اون گرفت، به کی داد و چیکار کرد و بزرگترین فساد اجتماعی ما رو ایجاد کرد. فساد هم آخه میدونین یه جعبه سیب دارید، روی یک دونه سیب یه لکه بیفته پنج روزی همه گندیده. و این شخص در مقابل ملت پاسخگو هست، این باید پاسخ بده. جام زهر اول رو داد دست امام، جام زهر دوم میخواد بده دست رهبر. اینا به هیچ وجه خجالت نمیکشن، به هیچ وجه اصلا قابلیت خجالت کشیدن ندارن. این خیلی مهمه. یکی از خجالت سرخ میشه، خیس عرق میشه. یکی از خجالت یعنی چی اصلا؟ مگه من کاری کردم؟ میگیم بابا این که از تو هست، اینقدر چیز کرده، اینقدر چیز کرده، محکوم شده، باید بره اینجا، باید بره. نه همچه هستی نیست، ما جز خانواده انقلاب هستیم. کدوم خانواده؟ انقلاب و مردم انقلاب کردن، نه یک خانواده، نه دو خانواده. خونهایی که ریخته شد، چند نفر از شما رفتین کشته شدین؟ چند نفر از برادرای شما، از خواهرای شما، پسرای شما رفتن کشته شدن؟ یه نفرشون رو بگید بله پسر من رفت اونجا اینطوری کشته شد. ادعای بی خود دارید میکنید. مردم هم بعضی ها واقعا غافلن، میگم دیگه، بعضی ها اصلا به هیچ وجه سرشون انقدر شلوغه که گرفتاری های روزانه خودشون رو به انتها برسونن و بتونن یه روز دیگه باز برگردن در صحنه حاضر بشن. اینا فرصت ندارن که دست شما رو بخونن، بلوف شما رو بخونن که بیا ببینن خانواده‌ای که انقلاب کرد چند نفر از اعضای خانواده شما کشته شدن تو جنگ، چند نفر شهید دادید شما. واقعا مایه تاسف است، ولی خب دیگه اینم از اینطوری. و عربستان به سمت پرتگاه حرکت میکنه، برابری اعلام این مؤسسه چالش های پیش روی ریاض در حالی رو به افزایش که هیچ راه حلی نداشته، فقط به مسائل اقتصادی هم محدود نمانده است، بلکه کشمکش های داخلی در داخل خاندان و در صدع مسائل قرار دارد که چه بس و عربستان را در لبه پرتگاه قرار داده. خب بله دیگه، 80 سال 100 سال اینا یه نفر اومده، اونم با حق بازی با جاسوسی انگلیس ها. یه نفر بوده به نام لورنس عربیا بشنو، لورنس هم یکی از اون جاسوس های عربستان بوده که اومده اونجا و یه قلدری رو به نام آل سعود بوده، کی بود اسم این شخص، عبدالعزیز نم کسی بوده، ورداشته آورده اونجا با داشتن اطلاعات و فلان
این زده تقلقم کرده همه رو از بین برده و بهش کنه خب بیا اینا مال تو. و با دونستن این که اونجا نفت هست بعدم گفتن که خب نفت دست ما باشه و فلان باشه و بهمان باشه، اونو گذاشتن اونجا. اونام بین خودشونم 20 تا 30 تا پسر داشته، چیکار داشته، از چند همسر مختلف. و البته در دین اسلام یک شخص میتونه به غیر از خانواده خودش از چند خانواده دیگه هم سرپرستی کنه، نه اینکه بره بخواد ازدواج کنه. یکی هستش که شوهرش فوت کرده یا خبری شده که از بین رفته یا دیگه نیست، یک مسلمان واجبه که این خانواده رو ازش طرفداری کنه، ازش مواظبت بکنه. ولی اینها افرادی که هستن که این داستان خیلی عجیب غریبی با این صحبت هایی که میشه و میگن بله این طور اون طور. چقدر وقت داریم؟ مسئله نیست. بله من میخوام که همون یه ساعت باشه که بتونیم بدیم برای پخش در اون محل دیگه. از این بله در دیگه دیگه صحبت کنم مانی نره دیگه من دهنمون داره خوش بله نه دیگه همینجا چیز میکنم که بقیه همین عربستان هم بله بغیر از این که تمام پولهایی رو که دارن از خزانهشون چند 70 میلیارد دلار دادن که اسلحه بخرن، مثل این هست که یه چلاق که نه دست داره نه پا داره برای خودش 1000 جفت دستکش سفارش داده، برای خودش 1000 جفت کفش خریده. اینا رو میخوای چیکار کنی؟ نه دست داری نه پا داری. این پول ملته، پول مردمه، برداشتی اینطوری داری خرج میکنی. و در ضمن به مجردی که دیدن اون پادشاه قبلی در حال نزع هست، یه سال و نیمه دیگه، تقریبا یه سال و نیمه بعده اومدن که ما چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن خب کاری نداره، این نفتی که تو زمینه ما اینو به عنوان رشوه به کل دنیا میدیم، قیمتش رو از 80 دلار یا 100 دلار که بود میاریم میکنیم 30 دلار. خب غافل از این که کسی که میخواد تیر به کله خودش در بکنه ممکنه یکی دوبار به سرش نخوره، دفعه سومیش میخوره. اینا سعی کردن با این کارشون ونزوئلا، ایران، روسیه و یک کشور دیگر که نفت صادر میکردن به زانو در بیارن. حالا ایران میگفت بابا ما نفتی که میخوایم صادر کنیم یه میلیون بشکه بیشتر نیست و اونم نفروشی نفروختیم. تمام صنایع ما صنایع تولیدی و دوباره سازیه که بهش میگن اضافه قیمت، value added. مثلا شما یک گاو دارید که شیر میده، این شیرشو میخرید یه دلار، از توش پنیر درست میکنید، کره درست میکنید، ماست درست میکنید، فلان میفروشید 5 دلار. خب عوضی که شیر رو بفروشید ما اینا رو درست میکنید، ماست رو میفروشید، کره رو میفروشید. و در ضمن مصرف داخلی خود ایران هم بالاخره 1,200,000 بشکه در روز مصرف داخل بنزین هست و گازوئیل هست و غیر و فلان، این حرفو که مصرف داخلی هست برای خودشون استفاده میکنن. اینا اومدن برای خودشیرینی، برای اینکه میدونن پادشاه قبلی در حال فوت هست، برای اینکه تضمین بکنن ایستادگی خودشون رو، رفتن گفتن ببین ما این کارو میکنیم. در ضمن با این کار کردن ما چند تا کشوری هم که دوست نداریم اینا رو هم جزء این حادثه از بین برن. ایران هست، ونزوئلا هست، روسیه هست، یه جای دیگه. و الحمدلله رب العالمین ایران پای خودش وایستاده با آخرین موشکی رو که بردش 2000 مثل که کیلومتر هست یا 2000 نمیشه چی هست آزمایش کردن و سرصدای در اومده که شما چرا این آزمایش کردید، اصلا نباید این کار رو بکنید. یکی نمیگه ما به شما چه، ما یه مملکت مستقلی هستیم برای دفاع از وطن خودمون، از مردم خودمون. دست به
کارهایی که غیر انسانی هست نمیزنیم که با یک بمب 300 هزار نفر رو در یک ساعت بکشیم. ما نمی کنیم این کار رو. یا این وسایل شیمیایی که میریزید مردم دهنشون کف میکنه و میفتن و میمیرن، نمی کنیم این کار رو. قادر هستیم ولی نمی کنیم. بعد این کش به کش ادامه خواهد داشت تا اینکه اولین شکاف در یمن شروع خواهد شد، که بعد از تمام این مدت که اینا اینقدر فجایع به بار آوردن، این مردم یمن هنوز تسلیم نشدن، هر روز هم دارن بمباران میکنن، نه که جایی ارتش رو بمباران کنن، خونه مردم رو خراب میکنن. همون کاری که زایونیست‌ها در سرزمین های فلسطین دارن میکنن، میرن خونه مردم رو با بولدوزر خراب میکنن. میگن آخه چرا این کاری کردی؟ میگم برای اینکه یکی از شما چپ چپ به ما نگاه کرد، یعنی که ما خرابش کردیم. هیچ کس قبل از جلوی اینا حرفی بزنه. و من نمیدونم بعضی از مردم ما وقتی که میبینن یکی راجع به مردم فلسطین صحبت میکنه، چه در نوار غزه باشه، چه در کرانه باختری باشه، چه در خود اورشلیم باشه، حساسیت دارم. یا تو که فلسطینی نیستی؟ خب من فلسطینی نیستم. وقتی میبینم یه نفر که سرزمین اینها رو غصب کرده یه بمب میندازه تو خونه یه نفر شب، همه رو اون تو کباب میکنه، به اضافه یه بچه کوچولوی چند ماهه رو کبابش میکنه، این تأثیر نمیکنه بر شما؟ یکی گفت نه ما که فلسطینی نیستیم. گفتم خیلی خوب، الحمدلله. شما نباید فلسطینی باشی که استفراغت بگیره وقتی این چیزا رو میبینی. نباید فلسطینی باشی که وقتی میری نفر که داره میره و از پشت باش تاپ 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 زدن، یه گوله نه گوله آخر یه تیر خراس تو کلش زدن، احتیاج نداره فلسطینی باشی. دفاع از حق وظیفه هر کس هست. حق رو پیدا کنید، حق رو که پیدا کردید ازش دفاع بکنید. نوکر کسی نباشید، آقای خود باشید. اگر به زور شما رو خواستن که نوکری بکنید، نبودن بهتر از بودنه و نوکری کردنه. و تمام این داستانهایی هم که خب در تاریخ ما هستش که یک نفر رو مثل که گرفته بودن، این پادشاه های عباسی بودن، کی بودن در بغداد میخواستن این شخص رو بکشن، تا گلوش رو میبرن یا رگش رو میبرن، این دست میکنه از خون خودش به صورتش میماله اینطوری. بعد میگه خب چرا این کار کردی؟ میگه من نمیخوام صورتم که زرد شد در مقابل دشمن روباه صفتی مثل شما صورتم زرد بشه. خون رو مالیدن که همون خون رو فقط ببین. این ایرانی هست. جمهوری اسلامی ایران رو این پایه داره پیش میره. مردم دارن از حق دفاع میکنن. بله اینم از اینشو. بربرم میگه اینجا که با وجود درخواست های مکرر عربستان برای دخالت نظامی آمریکا، سیستم دولتی آمریکا ترجیح داد از راه حل های دیگر در این مورد استفاده، مؤسسات و آمریکا نیز برای آگاهی یافتن نسبت به این مسئله در مورد عدم توجه جدی آمریکا به مسائل عربستان هشدار دادن و خواستار ورود واشنگتن برای نجات عربستان شدند، چرا که این کشور در آستانه فاجعه بزرگی قرار دارد. البته در کنار این دلایل باید به این مسئله مهم توجه داشت که آمریکا مانند های سال قبل توانایی دفاع از متحدان خود را ندارد و شکست سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا همراه با بحران‌های اقتصادی این کشور مجبور کرده است تا به تدریج مسئولیت خود را در مناطق مختلف جهان محدود کند. بله ایران سالهای سال به اینا گفت بابا اینجا مملکت ماست، با یه قدرت بزرگی اینجا هستیم، شما برید امنیت خلیج فارس رو ما اداره میکنیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم کاری انجام بدید که بحران ایجاد بکنه، و شما به ما بگید که اون چیزهایی که شما اسمشو میذارید منافع ملی امریکا، به ما بگیرید منافع ملی شما که در این منطقه هست چی هست. اگر با منافع ملی ما در این منطقه
تضادی نداشته باشه، ما از منافع شما اینجا دفاع میکنیم. اگر شما قرار نیست دستتون بکنید تو جیبه یه نفر و دزدی بکنی، خب ما از منافع شما دفاع. اگر قصد دیدی که بیه هر چی دارن تاراج بکنی، خب اون منافع تو نیستش که، مزار ما هست، به ما ضرر میخوایی بزنی، ما از اون دفاع نمیکنیم. و اینو کی گفتم؟ 4 سال پیش گفته ایران. ما امیدواریم واقعا میگم ها، این دیگه چیز نیستش، واقعا ما امیدواریم اونهایی که میدونن، اونهایی که سر در میارن از این مسائل خیلی پیچیده سیاسی و اقتصادی و سغل جیشی و منطقه، بدونن که شما نمیتونید به زور یک ملت رو مطیع خودت بکنی. بودن افرادی در تاریخ که خواستن این کارا رو بکنن، نشد. 30 خورده سال پیش یه نفر بوده به نام شاهنشاه آریامه فلانی، حرفا به زور خواست مردم رو مطیع خودش بکنه، خبر نداشت که مردم الگویی که تو قلبشون دارن الگوی حسینی هست، نه این حرفا. و با همون یا حسین ریختن تو خیابونها اون زمان و تونستن انقلاب رو انجام بدن و تونستن در این 30 خورده سال با همین یا حسین گفتنشون انقلاب رو زنده نگه دارن. و حالا هم داریم میریم به طرف اون روزی که یاد بود و باز نگری به اون روزی هستش که حضرت حسین در کربلا شهید میشن و روز دهم محرم هم هست که عاشورا میگن. عاشورا یعنی دهه عاشورا. و در ضمن خب همه حتما میدونید و ما خب جسارتا اینو عرض میکنیم که ماه جد، ببخشید، سال جدید هجری قمری که پایه شروع تاریخ ایران 1392-93 خواهد بود و اون 1346 یا شماره یه هم چیزایی هست 1436 مال 1190 فلان، اینها همش پایش اون روز هجرت هست. اون روزی هستش که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کردن و این اول محرم انجام شد و در ضمن شروع تاریخ هجری قمری هست، در ضمن شروع تاریخ هجری شمسی هست. و چون سال قمری 10 یا 11 روز تم داره، این هست که در این مدت ما 1390 خورده‌ای هستیم، اونها 1430 خورده‌ای هستن. اینه که این اختلاف اون روزها اینطوری شده. و در ضمن زیبایی رو ببین، زیبایی اینو ببینید که سال هجری قمری چون فصلها در جاهای مختلف انجام میشه، در روزهای مثلا اگر تولد من یک زمانی در زمستون بوده، یه زمانی تو تابستون خواهد بود و همینطور میچرخه، یعنی همیشه تو زمستون نیستش. مثل شمسی که ما تاریخ هجری شمسی داریم یا این تاریخ خارجی ها که هست. و ما امیدواریم که در این ماه محرم انشالله شفا، اگر وقت دارید در مساجد مختلف دور خودتون برید، به گفتار مردم گوش بکنید. بعضی حرفای بیخود زیاد میزنن، به اونا اصلا توجه نکنید، به اصل قضیه، به اون چیزی که اتفاق افتاده توجه بفرمایید که یک شخصی به نام حسین حق رو پیدا کرده و از حق دفاع کرده، حتی جان خودش هم از دست داده و تا امروز هر جایی که میبینید یک اشکالی پیدا شده و یه عده‌ای رو مورد ظلم قرار دادن، اینا با فریاد یا حسین میان بیرون و مغلوب میکنن اون ظالمی رو که تمام عمرش ظلم کرده و این آخر کارشه که از بین میره با فریاد حسین. من خیلی خوشحالم که بالاخره ما تونستیم این چند دقیقه رو خدمت ما باشیم. وسط کار یه ذره اشکال پیش اومد، برطرف شد و ما انشالله رحمان
باز دوباره هفته آینده یه چند روزی فیلم میکنیم که چطور میشه که یکی در وسط برنامه اون هفته پیش هم 10 دقیقه بود، این دفعه هم 10 دقیقه بودش که یکی دستگاه ها تو هم ریخت و باز دوباره ما تونستیم برگردیم خدمت شما و انشالله الله سبحانه و تعالی یار یاور همه باشه و اگر اجازه بدید هفته آینده هم خدمتون برسیم. تا هفته آینده مرحمت عالی زیاد.